اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، بنامي خداوند رحمت گستری بر خاص عام و با عرض سلام و درود و خسته نباشید خدمت یکایک بیننده های عزیز تلویزیون خورشید و علاقمندان و دوستداران برنامه زیبای فقه خانواده. خوشحال و خرسند هستم که باز هم شما را با خود دارم و در خدمت شما تا دقایق و لحظات که پیش روز قرار دارم و امیدوار هستم که از داشته های امروز برنامه سود ببرین و ملال آور نباشه برایتان. طوری که دوست عزیز وعده سپرده بودیم صحبت را پیرامون چگونه میتوانیم محبوب دیگرا باشیم و بحث ما هم فقه خانواده است، مراحل تشکیل خانواده است و مباحثی هم داشتیم در جلسات قبلی که شوهر از خانم چی میخواهد و خانم از شوهر چی میخواهد و چندین جلسه پیرامون روش های خوشبختی بحث داشتیم و این بحث ما هم ارتباط مستقیم به خانواده داره، ولی این بحث میتونه مفید باشه برای تمام اجتماعات ما، در محیط کارمان، در جایی که کار میکنیم، در منطقی که وظیفه داریم و در اجتماعی که زندگی میکنیم، بین اقاربمان، بین دوستایمان، حتی در خانواده، بین پسر و دختر، بین مادر و همسر و همچنین جاهای دیگه میتونه مفید و موثر واقع شود. چگونه میتوانیم محبوب دیگرا باشیم و چگونه میتوانیم دیگرا را از خود خوش بسازیم؟ اول تقوای الهی بود، اول تقوای الهی، دوم حسن استماع به همدیگر گوش دادن و سوم هدیه به همدیگر دادن و همچنین موارد دیگه ذکر شد. امروز میخوایم نقطه ششم را اشاره بکنم دوستای عزیز. ششمین موردی که میتونه ما را محبوب قلوب دیگرا بسازه و دیگرا را از خودمان خوش بسازیم، بذل المعروف و قضاء الحوائج، با کار بردن نیکی، مصرف کردن نیکی، بخشیدن نیکی برای دیگرا و برای آورده ساختن حوائج و احتیاجات دیگرا. ششمین موردی است که میتونه ما را محبوب قلوب دیگرا بسازه و در قلب دیگرا مؤثر واقع شود. چرا انسان عبید الاحسان است؟ ان الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسان است، انسان برده احسان است. کسی به ما احسان کنه، نیکی کنه، گویا ما برده از او باشیم، یعنی خیلی خوش میشیم و همیشه مرهون احسانش میباشیم. یکان نفر رو میبینیم که یکان توفهی به ما بخشیده باشه، هرگاه که ببینیم دو دسته سلامی میزنیم، تشکر از احسان، از لطفتان ممنون. پس از این دانسته میشه که با بذل معروف و برآورده کردن حوائج و احتیاجات دیگرا ما میتونیم محبوب دیگرا باشیم. احسن الی الناس تستعبد قلوبهم، با مردم ها نیکی بکن. یک مقوله بسیار زیبا و جالب عربی است، احسن الی الناس تستعبد قلوبهم، با انسان ها نیکی بکنین محبوب قلوبشان میشین، قلبشان را مالک میشین، مالک قلب و متصرف قلبشان میشین. پس ما میتونیم با نیکی کردن به دیگرا، با بخشیدن به دیگرا، با رفع کردن حوائج دیگرا و مشکل دور کردن مشکلات دیگرا و بذل معروف برای دیگرا محبوب قلوبشان باشیم. پس خواهرای گرامی و مادرای عزیز و برادرای عزیز، پس ببینین که تا چه حد میتوانین، تا چه حد میتوانین با کمک و همکاری و رفع حوائج شوهرتان، شما خواهرها و مادرای گرامی محبوب قلب شوهر شوین. به هر اندازی که کمک کردین شوهر خود را، به هر اندازی که مشکلاتش را دور ساختین، به هر اندازی که در رفع حوائجش سهم گرفتین، به مو انداز محبوب قلبش میشه. پس تو برادر عزیز، تا چه حد میتوانی محبوب قلب همسرت باشی؟ به هر اندازی که
تلاش بکنی، کوشش بکنی، زحمت بکشی که در رفع حوایج خانم خود سهم بگیری، کمکش بکنی، همراهیش بکنی، همکاریش بکنی، به مو انداز محبوب قلبش میشی و خود را برای تو فدا میکنه. چرا؟ انسان در ذات خود مرهون احسان است. البته انسان سالم میگم، انسان سالم، انسانی که از نظر عقل و فکر و دانش سالم باشه و همیشه مرهون احسان دیگر است. انسان های مریض، انسان هایی که در اندیشهشان، در ایمانشان مشکل است، اونا را ما کار نداریم. هر انسان سلیم، سلیم الفطرت، مرهون احسان است. قرآن میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پاداش نیک نیک است، پاداش خدمت خدمت است، پاداش همکاری همکاری است. و رسول پاک صلی الله علیه و سلم چیزی با می فرماید، من لم یشکر الناس لم یشکر الله. انسانی که قدر و قیمت احسان یک مسلمان را و یک انسان را ندانست، گویا بندگی الله را نکرده است، گویا شکر الله را بجا نکرده است. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. انسانی که از مخلوق سپاسگزار نباشه، مرهون احسان مخلوق نباشه، گویا احسان الله را فراموش کرده باشه. پس دوستای عزیز، یک چیز براتان میگم، شما به هر قیمتی که میتونین احسان خود را با هر مسلمان، با هر انسانی که در گرد و کنار ما زندگی میکنه، در خانواده ما هست، در محیطی که ما زندگی میکنیم، احسان خود را به شکل دوامدار داشته باشیم. والله قسم الله در مقابل هر احسان شما پاداشی چون جنت میده، الله از شما راضی میشه. اگر کس نیکی شما را ندانست، قدر و قیمت خدمت شما را و همکاری شما را ندانست، الله میدانه، الله کمکتان میکنه، ولی یک مقدار صبر بکار است. یک تعداد امروز متاسفانه به این نظر است که ببین ما هر چی که کمک کردم فلانه ندانست، دیگه ما کمک نمیکنم. ببین از پیغمبر میپرسیم که پیغمبر در این راستا چه فرمانی دارن. پیغمبر ما علیه السلام میفرمایه احسن الی من اساء الیک. احسن، نیکی کو، به خاطر رفع حوائجش کار بکو، زحمت بکش برای کسی که به تو بدی کرده است، برای کسی که به تو بدی کرده است. اینا میگه جوان مردی، اینا میگه از خود گذری، اینا میگه فداکاری. احسن الی من اساء الیک، با کسی که با تو بدی کرده نیکی بکو. خب یک کسی با ما نیکی میکنه، نیکی میکنیم، ایرا پیغمبر نیک میدانه، لیکن این بدل از نیکی است. جوانمردی اوست که در مقابل کسی نیکی بکنه که با تو بدی میکنه، چون اینجا الله را تو در نظر داری و پاداش خود از خدا میگیری. یقین داشته باش با هر نیکیت الله بدیل و عوض نیک نصیبت میکنه. و با کسی وصل بکو که با تو قطع کرده، با کسی پیغمبر میگه روابط برقرار کو که با تو روابط خود قطع کرده. خب کسی که با ما روابط داره، با او روابط داشته باشیم. کسی که روابط خود قطع کرده، با او روابط نداشته باشیم، این بدله هست، این جوانمردی نیست. با کسی همکاری بکو پیغمبر میگه که با تو همکاری نمیکنه. و امروز در هر برادر ما این مفکوره وجود داره، بس میگه بس دیگه تحملش ندارم که با او دیگه نیکی کنم، سالها نیکی کردم، یک روز رفتم مشکل داشتم، حل نکرد. پس به این معنی که تو همیشه از باب مطلب آشنایی نیکی کردی، از باب مطلب آشنایی احسان کردی، از باب مطلب آشنایی روابط داشتی. خیر، این فرمان پیغمبر است، با کسی نیکی کنین که او با شما بدی کرده است، با کسی وصل کنین که با شما قطع کرده، کسی را کمک کنین که او شما را کمک نکرده یا کمک خود را از شما دریغ میکنه. پس شما زحمت خود را بکشین، در رفع حوائج دیگرا سهم بگیرین، الله متعال جل ذکره شما را محبوب قلوب دیگرا میسازه
ولی کمی صبر بکار است، کمی فرصت بکار است. ما شما میخواییم آجل نقد به نقد داشته باشیم. امروز نیکی کردیم، فردا باید پاداش بخواییم. نخیر، صبر داشته باشیم. الله پاداش حتما میته. اگر در دنیا نداد، در آخرت انشاءالله ذخیره میشه. واقعی جالبی از یک خانم، یک شوهر، یک جوانی محصل بعد از اینکه تحصیل میکنه استاد میشه در یکی از دانشگاه ها. این جوان از لحاظ اقتصادی در درجه ضعف قرار دارد، اقتصادش ضعیف است. یک خانه پدری داره، بعد معمار یا گلکار میخواهد. خودش شخصا عملا با معمار در خانه مصروفی کار میشه. یک اتاقه که بر بالای اتاقهای قبلی خود میسازه و یک خانه را مرمت میکنه و یک مقدار رنگ و روغن میکنه، آماده میکنه، چون نامزاد است میخواد ازدواج کنه، عروسی کنه. جوان خیلی دیندار است، جوان مؤمن و مخلص است و ما همچون جوانای امروز در وطن من زیاد داریم. ولی خانمش چون قرآن میگه کسی که دنبال پاکیزه باشه الله پاکیزه نصیبش میکنه، کسی که دنبال خبیث باشه الله خبیث نصیبش میکنه. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیث، الطیبات للطیبین. ادامه بحث را با ما ادامه بدین و همراهی من کنین بعد از نشر حدیث مبارک. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه میگوید: رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: از گمان بد اجتناب کنید، زیرا گمان بد بدترین نوع دروغ است. دوست عزیز، شما را دوباره بیدامی بحثمان پیرامون چیگونه میتوانیم محبوب قلوب دیگران باشیم و دیگران را از خود خوش بسازیم خوش آمدید میگم. نکته ششم را داشتیم بحث میکردیم که ما میتوانیم محبوب دیگران باشیم وقتی که ما برای یک دیگر بخشش کنیم، نیکی ها نیکی بکنیم، احسان بکنیم، اگر چندی که اونا با ما نیکی نمیکن، و در رفع حوائجشان و مشکلاتشان سهم بگیریم. و یک بحث جالبی داشتیم از یک خانم و یک شوهری استثنایی، شوهری محصل و یا هم استاد دانشگاه، ولی از لحاظ اقتصادی فقیر و مسکین، خانواده پدری داره، ایره ترتیب میکنه، بعد از او خانم میگیره. و ایره هم گفتیم دوست عزیز که اگر ما دنبال پاکیزه باشیم خداوند با ما پاکیزه نصیب میکنه. الله پاکش هم زیاد است، خبیثش هم زیاد است. یک تعداد میگه ولی هرچی تلاش کردم نشد، خانوادهشم بسیار بد مردمه. اگر تو میخواستی خداوند به تو خانواده خوب نصیب میکرد. اگر تو خواهر عزیز میخواستی الله شوهر نیک و صالح به تو نصیب میکرد. این فرمان خداست، در قرآن پاک میگه انسانهای خبیث برای انسانهای خبیث است، انسانهای پاکیزه برای انسانهای طیب پاکیزه است. اگر تو بخوای الله پاکیزه را نصیبت میکنه و انسانهای طیب را نصیبت میکنه. خوب اینا ازدواج میکنن، از قضا در طول سال باران نشده، در شب عروسی یا در روز عروسی از اینا شدید باران میشه، خیلی شدید باران میشه. خوب بالاخره اینا ازدواج میکنن، مردم عزت میکنن، مهمانی میکنن، بعد از او همسر خود با یک جهان خوشی و افتخار به خانه خود انتقال میده. خیلی خوش است که خداوند همسری برش نصیب کرده که میخواست. شب اول در اتاقی که نو ساخته استراحت میکنن، نصف شب خانم بیدار میشه که تمام اتاق آب گرفته، چکک کرده، باران خیلی شدید است و داخل خانه آب داخل شده، چکک کرده، یک فرشی یا بساطی که داشت او هم تر شد. شوهر خود بیدار میکنه، شوهر خیلی خجالت زده میشه، خیلی پریشان میشه.
که چی گپ بود در شب اول، چون یک خانه فقیرانه ساخته با اندازه توانمندی خودش، یک خانه فقیرانه ساخت. خجالت است، گاهی بیرون میشه گاهی داخل میشه، چی باید کرد؟ وقتی خانم متوجه میشه که شوهرش نگران و پریشان است و خجالت زده است، از دستش میگیره میگه فکرت باشه، به هیچ قیمت نگران نباش. ما از او خانمای نیستم که پیش من مال ارزش داشته باشه، پول ارزش داشته باشه، مقام ارزش داشته باشه، جایگاه ارزش داشته باشه. پیش من انسانیت ارزش داره، پیش من اسلامیتی تو ارزش داره، اخلاق تو ارزش داره. هرگز نگران نباش. خیر است امشب صبر میکنیم، فردا فرش خودت در آفتاب میندازیم، خشک میشه انشاءالله. ایره میگه احسان یک زن، در حالی که این زن میتونست، امروز ما داریم همچو خواهرایی که در شب اول عروسی ببینی که عاجل تماس میگیره با مادرش، این چی مصیبت بود که بالای ما آمد؟ دیگه مرد قد بود که مرا ندادین، بایدی یک شخصی دادین که در شب اول خانه مرا آب گرفت. میتونست سر و صدا کنه، میتونست گریه کنه، میتونست با فامیلش تماس بگیره. پس با گذشت من، با بذل و بخشش من، با رفع حوائج هم دیگر، ما میتوانیم محبوبی قلوب دیگر شویم. تنها خوشبختی ما در مال و در پول نیست، در سلوک و رفتار انسانی است که این خانم با شوهر خود میکنه و شوهر خود اطمینان میده که هرگز نگران نباش، فردا فرش خود آفتاب میکنه و بالاخره خشک میشه و همیشه این خانواده خوش زندگی میکنه. پس نیکی و احسان خود را با هر کس بکنین، اگر چندی که اونا با شما نکن، شما انشاءالله محبوبی همه میشین. الله محبت شما را در آسمان و در زمین اعلام میکن. و میخاطر است که رسول پاک صلی الله علیه و سلم به این راستا چی زیبا میفرماید: من نفس عن مسلم کربت من کرب الدنیا نفس الله عنه کربت من کرب یوم القیامه. خداوند از یک مسلمان نگرانی و پریشانی را دور کرد، مشکل یک مسلمان حل ساخت، یک مسلمان خوشحال ساخت. مشکلی از مشکلات دنیا داشت، در جوارش قرار گرفت، حمایتش کرد، گفت من هستم هر خدمتی باشه. میفهمین پیغمبر چی میگه؟ نفس الله کربتا من کرب یوم القیامه. خداوند در روز قیامت از او سختی ها و نگرانی های روز قیامت را از او الله دور می سازه. چه زیباست! من نفس عن مسلم کربه، کسی از مسلمان نگرانی و پریشانی از او را دور بسازه و او را خوشحال بکنه، الله در روز قیامت نگرانیش دور می سازه و او را خوشحال می سازه. من یسر عن معسر، کسی که آسانی بکنه به امرای معسر، تنگ دست کسی که قرضدار است، به امرای از او آسانی بکنه. یسر الله علیه یوم القیامه، خداوند در روز قیامت بر او آسانی میکنه. پس هر مسلمانی که در رفع حوائج یک برادر مسلمانش قدم میگذاره، در رفع حوائج خانم خود و خانم در رفع حوائج شوهر خود گام میگذاره، الله در روز قیامت وعده کرده او را خوش می سازه، نگرانی های قیامت از او دور می سازه و سرش آسانی می کنه. والله فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیه. یه حدیث مبارک را باید به خط طلا نوشت. والله فی عون العبد، الله در کمک و همکاری بندیش است تا وقتی که اون بندیش در کمک و همکاری برادر مسلمانش و یک بنده از بنده های الهی است. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. پس ششمین موردی که میتانست ما را محبوب قلوب دیگرا بسازه، شوهر محبوب قلب خانم و خانم محبوب قلب شوهر، ای بود که ما در رفع حوائج هم دیگر سهم بگیریم، کمکشان بکنیم، نیکی بکنیم، احسان بکنیم. اگر کس ندانست، الله میدانه، منتظر نتیجهش باشیم. خداوند پاداش را هم در دنیا و هم در آخرت نصیب من میکنه. نکته هفتم،
نکته هفتم که چگونه میتانیم محبوب قلوب دیگرا باشیم، حسن المظهر و جمال اللباس و طیب الرائحه. این سه کار باید انجام بده. حسن المظهر، زیبایی منظر یک انسان، یکی از روش هایی است که ما را محبوب قلوب دیگران می سازد. و جمال اللباس، و زیبایی لباس، حسن لباس، سلیقه در لباس، و طیب الرائحه و بوی خوش، بوی زیبا، خوشبویی. و این را همه که قبول داریم که هر انسان وقتی با انسان دیگر مواجه شود، اول چشم مصروف جستجو و مصروف چک کردن میشه. اول چشم میبینه، اول چشم به طرف ظاهری از او، به طرف صورتی از او، به طرف لباسی از او میبینه. با این نگاه کردن ما میبینیم صدها جوان، صدها برادر، صدها خواهر با نگاه اول محبتی از اونا در قلب ما و از ما در قلب از اونا جای میگیره. با یک نگاه، چون این نگاه ترجمان است. این نگاه است که ما برادر مسلمان خود را، خواهر مسلمان خود را، یا شوهر خانم خود را، خانم شوهر خود را با نگاه اول چکش میکنه، مطالعهش میکنه. پس حسن مظهر نقشی به سزای در آوردن خوشی در قلوب انسان ها داره. و امروز ما شما میبینیم وقتی پیش یک دکتر بریم، با مجرد دیدن توسط چشم میبینیم که علائم و نشانه های در تو وجود داره. بعد از ای که طرفت متوجه میشه میگه تو خونت کم است. یک نفر چهرهشون زرد است میگه خونی تو کم است. امی نشانه و علائم شکل و صورت و لباس ما نشان میده که درباره ما دیگرها چی فیصله کنند، درباره ما دیگرها چی فکر کنند. صدها انسان است به مجرد دیدن اول محبتشان در قلب من جای میگیره. صدها انسان است به مجردی که میبینیم بدمان میاد، به مجردی که به طرفش مشاهده میکنیم دلمان دیگه نمیخوایم او زندگی بکنیم، دلمان دیگه نمیخوایم متوجه شیم، دلمان دیگه نمیخوایم طرفش حتی ببینیم. وقتی ما یک انسان میبینیم چشمایش سیاه گشته یا زیر چشمش سیاه، یا میبینیم که سر و صورتش گرفته، میگیم تو کم خواب هستی. به مجرد دیدن تشخیص میشود. پس منظر زیبا، لباس زیبا، بوی خوش نقشی به سزای در آوردن و ایجاد محبت در قلب یک دیگر میشه که ما محبوب دیگرها شویم. ما را همراهی بکنیم دوست عزیز، اما بعد از نشر یک حدیث مبارک. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه میگوید رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود هر کس ماه مبارک رمضان را به قصد حصول ثواب در عبادت بگذراند، تمام گناهان گذشته اش مورد عفو قرار خواهند گرفت. دوستان حد عزیز، شما را دوباره به ادامه بحثمان چگونه می توانیم محبوب دیگر را شویم و دیگر را از خود خوش بسازیم خوش آمدید می داشتیم. روی نقطه هفتم صحبت می کردیم که در قلب دیگرا جای بگیریم و دیگرا از ما خوششان بیاید. جمال لباس بود و حسن مظهر بود و طیب الرائحه. به مجرد نگاه کردن و تماشا کردن به لباس برادرمان میبینیم که در وجود ما یک تاثیر به وجود میاد، در قلبمان یک اثری به وجود میاد. لباس انسان ترجمه باطن انسان است. ما از چهره و لباس یک انسان شخصیتش را تا حدودی میتونیم بشناسیم. از سر و صورت زیبا و عدم زیبایش میتونیم شخصیت از را بشناسیم. این کسایی که امروز میگن، استدلال میکنن که من خو نماز میخوانم، تقوا دارم، پرهیزگار هستم، روزه میگیرم، خب اسلام خو تنها به لباس نیست.
اسلام خود تنها به یک قطعه پارچه یا یک قطعه توت لباس نیست. اسلام از خود مفهوم داره. بله دوستی عزیز، اسلام لباس نیست، ولی لباس شخصیت توست. یک خواهر ما میگه حجاب چی معنا داره؟ ما خود مسلمان هستم، فرزند مسلمان هستم، نماز میخوانم، روزه میگیرم، خب حجاب معنا ندارد، مسلمانی خود حجاب نیست. افغانستان ما میبینیم یک نشانه ای داره، یک بیرقی داره که هویت و ملیت ما را نشان میده که ما افغان هستیم. در هر سرزمین بریم از چهره ما را نمیشناسه که افغان هستیم. بسیار مهارت داشته باشه یک شخص که ما را از چهره و از رفتار و گفتارمان بشناسه، ولی از نشانه و بیرقمان ما را میشناسه. لباس اسلامی، لباسی را که قرآن و پیغمبر معرفی میکنه، این هویت ماست، هویت مسلمان بودن ماست. لباس شخصیت ماست. حجاب تمرکز بار میاره، عدم حجاب تشتت و پراگندگی بار میاره. باور داشته باشین، باور داشته باشین جوانای عزیز و خواهرای گرامی، وقتی ما بیرون میریم، یک محصل طرف دانشگاه روان است، مصروف تمرین و پرکتیس امو درسایی است که آمادگی میگیره به امتحان، یا یک کس به سمینار روان است، یا یک کس به ورکشاپ روان است، میخواه لکچر بده، یک استاد داخل سنت میشه، آمادگی داره، میخواه به شاگرد خود تعلیم بده، ولی در راه با یک زنی به حجاب، با یک زنی که متاسفانه نمیتونیم او را لباس بگیم، چون پیغمبر کاسیات و عاریات میگه. زنانی هستند که برهنه است، لباس دارن لیکن برهنه هستن، چسب، تنگ، کوتاه، نازک پوشیدن. میبینیم که ذهن این استاد پراگنده میشه، ذهن این جوان پراگنده میشه. اگر نمیشه شما بفرمایید. به حجابی تشتت بار میاره، تمرکز از ما میگیره. ما 10 دقیقه 15 دقیقه راجی به اون خواهرمان، به اون دخترمان، به اون مادر به حجابمان که از جلوی چشم ما گذشت فکر میکنیم، فکر متوجه او میشه، قلب متوجه او میشه، چشم متوجه او میشه. پس به حجابی تشتت بار میاره. این استاد نمیتونه موضوع خود را درستتر ارائه کنه، این شاگرد نمیتونه درستتر امتحان بده، فکر ازی پراگنده شد. خواهیم نخواهیم به حجابی در جامعه تشتت میاره، پراگندگی میاره، تمرکز از ما میگیره، امنیت از ما میگیره. پس حجاب هویت ماست، حجاب هویت ماست، همان طوری که یک بیرق هویت کشور ماست. پس ما خواهر گرامی، تو را از حجابت به حیث مسلمان میشناسم. در صورت حجاب نداشته ما چی بفهم تو هندوستی؟ ما چی بفهم تو مسیحیستی؟ تو یهودیستی؟ تو پیروی کدام دین هستی؟ حجابت مرا میفهمانه که متوجه باش من مسلمان هستم، چشمت طرف ما باز نکن. تو با حجابت شپات محکم بروی ما میزنی، وقتی ما به طرفت میبینیم که تو حجاب داری. حجاب بهشتی توست، حجاب معراج توست. پس خواهر گرامی، حسن مظهر و جمال لباس و طیب رائحه خوشبویی یکی از مواردی است که ما را محبوب قلوب دیگران می سازه و دیگران از ما خوشحال می شن. از اینکه دوست عزیز وقت با ما دیگه یاری نمی کنه، انشالله العزیز ادامه بحث من را در جلسات آینده با شما شریک می کنیم. از اینکه تا آینده ما را همراهی کردین، از همه تان تشکری می کنیم و شما را به الله بی نیاز می سپاریم. تا دیداری بعد و برنامه بعد، الله نگهدار. Thank you.